رزمندگان سوری تهاجم نیروهای اسد را در هم شکستند و به پیشروی‌های خود در پایتخت ادامه دادند. قابل انتقال الى ریف دمشق، رزمندگان در قلب دمشق به مرکز نیروهای حفاظت از گارد ریاست جمهوری در منطقه عرین تهاجم کردند و این محل را منهدم کردند. این انفجار باعث کشته شدن تعداد زیادی از نیروهایی شد که داخل این مرکز بودند. از طرف دیگر نیروهای اسد تلاش زیادی کردند به منطقه ملیه وارد شوند، اما درگیری‌های شدیدی بین این نیروها رخ داد. رزمندگان تهاجم دشمن را در هم شکستند. در همین اسنا از شرق قلمون گزارش رسید که رزمندگان در عملیاتی توانستند یکی دیگر از مراکز دشمن در مسیر اتوبان دمشق بغداد را به کنترل خود در بیاورند. همچنین ارتش آزادی مستقر در شهر هما پادگان رهبه الخطاب را تصرف کرد و به 15 انبار سلاح و مهمات در داخل این پایگاه دست یافت. سرتیپ ستاد ظاهر عبدالرحمن ساکت، رئیس بخش شیمیایی در لشکر پنجم که از رژیم بشار اسد جدا شده و در حال حاضر در صفوف ارتش آزادی سوریه است، طی مصاحبه‌ای با سیمای آزادی جزئیات جدیدی از بکارگیری سلاح شیمیایی توسط رژیم جنایت پیشه اسد را تشریح کرد و بیعملی کشورهای غربی به ویژه دولت اوباما در قبال این جنایت علیه بشریت را تقبیح کرد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم العميد الركن المجاز زاهر عبد الرحمن الساهل. بر اساس آنچه در دفاتر سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی در 21 اوت ثبت شده است، رژیم جنایتکار اسد 42 بار از سلاح شیمیایی و از گازهای فلج کننده اعصاب استفاده کرده است. وقتی که تیم بازرسان به سوریه آمد، تنها به بازدید از مناطقی پرداخت که رژیم اسد تعیین کرده بود. این توطئه‌ای علیه مردم سوریه بود. آنها به چشم خود سلاح‌های شیمیایی را دیدند، اما نه اوباما و نه جامعه بین المللی و نه سازمان منع تکثیر تسلیحات شیمیایی اقدامی نکردند و یک تحقیقات دقیق انجام ندادند. برای همین می‌بینیم که اسد از نوع دیگری از سلاح شیمیایی و این بار از گاز کلور علیه مردم استفاده کرد. ان ایران الشريك في قتل الحكومة الإيرانية وليس الشعب الإيراني المحترم، إن الحكومة الإيرانية المجرمة هي التي أتت بمادة الكلورين من الصين ووضعتها في عبوات وقدمت له جسرا جويا. حكومة إيران غاز كلور را از چین گرفته و در اختیار اسد قرار میدهد. این ماده طبق قانون داخلی تصمیم شده آمریکا در سال 2014 اگر برای کشتار جمعی و علیه شهروندان غیر نظامی استفاده شود، سلاح ممنوع محسوب می شود. آیا این قانون تنها برای مردم و سربازان آمریکایی است و برای مردم سوریه نیست؟ طبق قوانین بین المللی این گاز جزو مواد ممنوع است و کسی که از این سلاح استفاده کند باید در دادگاه‌های بین المللی محاکمه شود. غرب اقدامات این فرد طاغی یعنی بشار اسد را با بیعملی تایید می کند. تم اکل اتفاق والهد مع السفیر ایرانی لأجل خروج اهل المحاصرین من الجائعون من حمص. سرتیپ ستاد ظاهر عبدالرحمن ساکت درباره وضعیت جبهه های نبرد در سوریه گفت: در حمص مردم ما در محاصره بودند. بر اساس توافقی رزمندگان از آن خارج شدند. بشکه های مرگ و موشک های اسکاد در همه جا فرود می آمد. بشار اسد، این جنایتکار نازی و این فرعون همه چیز را در حمص ویران کرد. اما در جبهه ساحل رزمندگان در یک همکاری مشترک به پیروزی رسیدند. اما در رابطه با داعش باید بگویم داعش چه در عراق و چه در سوریه نفوذی است. وقتی انقلابیون منطقه ای را آزاد می کنند، اینها فرماندهان مجاهدین را به قتل می رسانند. آنها مطلقا هیچ خطی برای درگیری با رژیم اسد ندارند.
و در خدمت منافع نظام اسد می باشد. ما با رژیم اسد و داعش تا آزادی سوریه می جنگیم. ما در این مسیر به خودمان تکیه داریم. نه احتیاج به غرب داریم، نه احتیاج به شرق. ما به خدا تکیه می کنیم. نحن لا نحتاج الى الغرب ولا نحتاج الى الشرق، بل نحتاج بالاعتماد على الله وعلى انفسنا في السيطرة على مستودعات النظام.
سفر احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه و هیئت همراه او به آمریکا دستاوردهای سیاسی و نظامی مشخصی برای انقلاب مردم سوریه داشت. التقى رئيس الائتلاف الوطني احمد الجربا بالرئيس الامريكي رئيس ائتلاف ملی سوریه احمد الجربا با باراک اوباما در کاخ سفید دیدار کرد. پس از این دیدار اوباما اعلام کرد کشورش آماده است نقش بیشتری را برای پایان دادن به بحران سوریه ایفا کند و به اپوزیسیون این کشور که مردم سوریه را نمایندگی می کند کمک های بیشتری بنماید. به گفته منابع مطلع آمریکا پذیرفته است سلاح‌های پیشرفته‌ای را برای رزمندگان میانه‌رو سوری تا سقف 27 میلیون دلار ارسال کند و با پرداخت 278 میلیون دلار به حل مشکلات مالی اپوزیسیون کمک نماید. در همین رابطه دولت آمریکا متعهد شده 1 میلیارد و 700 میلیون دلار برای حل مشکلات انسانی خانواده‌های سوری که به کشورهای مجاور پناهنده شده‌اند کمک کند. به نظر می‌رسد دیدار احمد الجربا با اوباما و مشاوران او از جمله سوزان رایس بعد از سلسله ملاقات‌هایی که در بالاترین سطوح مقامات وزارت امور خارجه انجام گرفت به دستاوردهای مهمی برای اپوزیسیون منجر شود. اما موضوع اصلی تمامی این ملاقات‌ها درخواست اپوزیسیون برای دریافت سلاح‌های پیشرفته‌تر بود که رزمندگان سوری در روی زمین بتوانند با سرعت بیشتری به پیشروی‌های خود ادامه دهند. این موضوع باعث شد که احمد الجربا و هیئت همراه او متعهد شوند به هیچ عنوان اجازه ندهند این قبیل سلاح‌ها به دست گروه‌های افراطی بیفتد. احمد الجربا لیست تعدادی از افسران رده بالای نظامی جدا شده از نظام اسد را به مسئولین آمریکایی در وزارت خارجه و خزانه‌داری و اعضای کنگره ارائه داده است. این افسران متعهد شدند از تمامی سلاح‌ها از جمله موشک‌های پیشرفته ضد هوایی که آمریکا در اختیار این ارتش قرار خواهد داد استفاده درست کنند و مطابق وعده‌های داده شده توسط احمد الجربا عمل کنند. همزمان با این تحولات اختر ابراهیمی نیز در آخرین سخنانش قبل از پذیرش استعفایش توسط بانکیمون اعلام کرد راه حل سیاسی مشکل سوریه که آمریکا و شخص اوباما به دنبال آن بودند به انتهای مسیر خود رسیده است، زیرا اعلام یک طرفه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری توسط اسد تمامی دستاوردهایی را که دولت‌ها فکر می‌کردند در کنفرانس‌های ژنو به آن دست پیدا خواهند کرد به شکست کشانده است. دو سال تلاش بیفایده و گفتگوهای شکست خورده در مورد راه حلی سیاسی در سوریه به استعفای اختر ابراهیمی نماینده ملل متحد در این کشور منجر شد. بهای سیاست برای مردم سوریه هزاران هزار کشته و میلیون ها آواره و در به در بود. سازمان ملل اعلام کرد اختر ابراهیمی تا پایان ماه میلادی جاری به مسئولیتش ادامه خواهد داد و سپس کنار می رود. ابراهیمی بعد از اینکه اسد خودش را کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری کرد ناامیدی خود را از هر گونه راه حل سیاسی ابراز کرد. او از ذکر کلمه شکست یا مسئولیت شکست خورده اجتناب کرد، اما لحن صدای او نشان دهنده ناامیدی بزرگی بود. ابراهیمی یکی از بهترین دیپلمات‌های ما بود. فکر می‌کردیم به خاطر مهارتش می‌تواند چیزی را محقق کند، اما به دلیل چند دستگی در منطقه و داخل سازمان ملل نتوانست هیچ پیشرفتی داشته باشد. این برای من خیلی ناراحت کننده است که مسئولیتم را در حالی ترک کنم که اوضاع سوریه بدتر شده است. همه اقدامات دیپلماتیک اختر ابراهیمی طی این دو سال بی‌فایده بود. او در پایان مأموریت نخواست به اختلاف در شورای امنیت و مواضع سوریه که باعث شکست این مأموریت بود حمله کند، اما بانکیمون در گفتن این موارد تردید نکرد. نظام اسد با بمباران‌های وحشیانه و اعزام مزدور تلاش می‌کند راهی برای مقابله با وضعیت بحرانی خود بیابد، اما رزمندگان با ضربات خود این تلاش‌ها را با شکست مواجه می‌کنند. گزارشات رسیده از مناطق مختلف سوریه حکایت از آن دارد که مناطق مسکونی محله‌های هنداریه و هنانه شهر علب و منطقه صنایع این شهر
با ده‌ها بشکه انفجاری هدف قرار داده شدند و تعدادی از ساکنان این مناطق قربانی این حملات وحشیانه نیروهای اسد شدند. اتاق عملیات رزمندگان اهل شام گزارش کرد رزمندگان این ارتش مراکز تجمع نیروهای اسد را در منطقه الزهرا با موشک‌های دستساز مورد تهاجم قرار دادند و در محله شیخ یوسف نیز به این مراکز با آتش مسلسل‌های سنگین یورش بردند. شهر درعا و منطقه دائل نیز بارها مورد حملات هوایی قرار گرفت. مناطق نوا، سین و انخل با بشکه‌های انفجاری بمباران شدند که متأسفانه در این میان تعدادی از ساکنان کشته و مجروح شدند. همزمان رزمندگان این شهر در جنوب شیخ مشکین با نیروهای دشمن درگیر شدند و مرکز تجمع آنها را با آتش توپخانه و موشک به طور مستقیم هدف قرار دادند. همچنین از شمال شرق درعا خبر می‌رسد که رزمندگان جسد 7 تن از فرماندهان اسد را که در درگیری‌های این منطقه به هلاکت رسیده بودند در قبال آزادی 2 زن و کودکان آنها که در بازداشت نیروهای اسد در شهر بشیرالحریر بودند تحویل دادند. ساکنان شهر دیلزور با انتشار بیانیه‌ای از رزمندگان و فرماندهان ارتش آزادی خواستند با ارسال نیرو به این منطقه به مشکلاتی که مزدوران داعش خصوصا در ایام اخیر با محاصره و ممانعت از ورود مواد غذایی برای ساکنان این مناطق ایجاد کردند پایان دهند، زیرا این معضلات به حدی است که بسیاری از ساکنان این مناطق را مجبور به ترک منازلشان کرده و مابقی نیز توان تأمین حداقل نیازهای روزانه را ندارند. رزمندگان مستقر در این مناطق از امکانات محدودی برخوردار هستند و حل این مشکل طراحی و اعزام نیروی بیشتری را طلب می‌کند.